سلام بر شما، به خبر 21 خوش آمدید. رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی مکرون: فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی باید تلاش خود را برای وادار کردن رژیم صهیونی به توقف نسل‌کشی و جنایت در غزه و لبنان بیشتر کنند. رئیس مجلس در مجالس آسیایی در ژنو: نسل جدیدی از مقاومت در کشورهای منطقه در حال ظهور است و مردم منطقه برای دفاع از خود در برابر قاتلان حرفه‌ای منتظر کسی نمی‌مانند. نمی‌توان توقع داشت هزاران تن بمب بر سر مردم بیگناه ریخته شود و همه چیز آرام بماند. زمان آن رسیده که جهان، مخصوصاً کشورهای آسیایی، به مسئولیت انسانی خود عمل کنند و برای کنترل رژیم جنایتکار صهیونیستی اقدامات عملی انجام دهند. پیگیری دیپلماسی منطقه‌ای فعال ایران با سفرهای وزیر امور خارجه به عراق و عمان: آقای عراقچی در بغداد: ایران خواهان افزایش تنش، درگیری و جنگ نیست، اما برای هر وضعیتی آمادگی کامل دارد. ما خواهان صلح هستیم و برای صلح عادلانه در غزه و لبنان تلاش خواهیم کرد. در این موضع با دوستان خودمون در منطقه، به خصوص در عراق، اشتراک نظر داریم. مرگبارترین ضربه حزب الله به صهیونیست‌ها از آغاز جنگ: هلاکت و زخمی شدن بیش از 50 نظامی صهیونی در پاسخ مقاومت لبنان. اذعان رسانه‌های عبری به ده‌ها انفجار شدید در حیفا، کریات، نهاریا و الجلیل با اصابت موشک‌های حزب‌الله. رزمندگان فلسطین هم در نوار غزه دو خودروی نظامی صهیونیست‌ها را منهدم و یک پهپاد جاسوسی را سرنگون کردند. و طلای کاراته امیدهای جهان بر گردن نماینده دختران ایران: فاطمه زهرا سعیدآبادی با شکست نفر اول رده‌بندی امیدهای جهان در ونیز ایتالیا موفق به کسب قهرمانی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. هموطنان گرامی، دعوت میکنم به مشروع خبرهای ساعت 21 توجه بفرمایید. کشورهای اروپایی برای توقف جنایت صهیونیست‌ها در غزه و لبنان باید تلاش بیشتری کنند. رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه خطاب به مکرون گفت: به اتفاق سران دیگر کشورهای اروپایی، به تلاش‌ها برای وادار کردن رژیم صهیونی به توقف نسل‌کشی و جنایت در غزه و لبنان ادامه دهند. آقای پزشکیان در این مکالمه تلفنی پیشنهادها برای ایجاد آرامش و صلح و ثبات در منطقه را مورد استقبال ایران دانست و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره منطقه ای امن و به دور از جنگ را خواستار بوده و از آتش بس و توقف جنگ استقبال کرده است. رئیس جمهور کشورمان همچنین گفت رژیم صهیونی با تشدید بمباران و جنایت در غزه و گسترش آن به لبنان نشان داد به هیچ چارچوب انسانی و قوانین بین المللی پایبندی ندارد. با وحدت کشورهای اسلامی میتوان به توهمی به نام رژیم صهیونیستی پایان داد. رئیس مجلس کشورمان در جمع رؤسا و هیئت‌های مجالس کشورهای اسلامی در ژنو سوئیس با اشاره به سفرش به لبنان گفت مردم این کشور و فلسطین از کشورهای اسلامی اقدام عملی می‌خواهند. آقای قالیباف تأکید کرد با اتحاد و همبستگی ملت‌های مسلمان می‌توان به جنایت‌های رژیم صهیونی پایان داد. مقاومت ضد اسرائیلی در منطقه به یاری امت اسلامی چشم دوخته است. دشمن صهیونیستی در ضعیف‌ترین وضعیت تاریخ منحوس خود قرار دارد و ما در موقعیتی منحصر به فرد
برای پایان دادن به این شرارت تاریخی در منطقه خود قرار داریم. اسرائیل اکنون تلاش می کند ضعف‌ها و محدودیت‌های بی سابقه خود را پشت سر جست‌های تهاجمی بپوشاند تا مانع اتحاد امت شود. صهیونیست‌ها به القاء ترس و اختلاف در جهان اسلام امید بستند. کافیست شجاع باشیم و پشت یکدیگر بایستیم. آنگاه توهمی به نام صهیونیسم برای همیشه پایان خواهد یافت. رئیس مجلس همچنین در مجمع مجالس آسیایی با بیان اینکه رژیم صهیونی ترور را به الگوی رفتار امنیتی خود تبدیل کرده و پا را از حد خود فراتر گذاشته است تاکید کرد جبهه مقاومت هیچگاه تسلیم نخواهد شد و مردم منطقه برای دفاع از خود منتظر کسی نمی‌ماند. اگر کسی تصور می‌کند مردم فلسطین، عراق، سوریه، لبنان و یمن تسلیم خواهند شد، سخت در اشتباه است. من به عنوان کسی که 40 سال است از حیث سیاسی و نظامی با تحولات منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا آشنا هستم، به شما میگویم نسل جدیدی از مقاومین در حال ظهور هستند و مردم منطقه برای دفاع از خود در برابر این قاتلان حرفه‌ای منتظر کسی نخواهند ماند. آقای قالیباف در حاشیه اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی با خانم تولیا آکسون رئیس دوره‌ای اتحادیه بین المجالس و همچنین در حاشیه نشست رؤسای مجالس کشورهای اسلامی با صقر قباش رئیس مجلس امارات در ژنو دیدار و گفتگو کرد. ضرورت اقدام عملی جامعه جهانی و کشورهای منطقه در قبال جنایات صهیونیست‌ها محور این گفتگوها بود. وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به عراق با مقامات این کشور درباره آخرین تحولات جنگ در غزه و لبنان گفتگو کرد. آقای عراقچی در بغداد تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران خواهان درگیری و تنش نیست، اما برای جنگ هم آمادگی کامل دارد. سفری کوتاه اما پربار. وزیر امور خارجه کشورمان که بعد از ظهر یکشنبه وارد عراق شده بود، در بدو ورود به بغداد مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال اوضاع منطقه را این گونه تشریح کرد: ما با دولت عراق همیشه رایزنی‌های بسیار نزدیکی داشتیم، اشتراک مواضع بسیار نزدیک بین دو کشور وجود داره و لذا لازم هست که ما در خصوص شرایط خاص منطقه بیشتر و از نزدیک با هم دیگه صحبت بکنیم. نخستین مقصد آقای عباس عراقچی ادای احترام به مقام شامخ فرماندهان پیروزی حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در محله یادمان شهادت بوده. وزیر امور خارجه سپس به دیدار فؤاد حسین همتای عراقی خود رفته. رایزنی های فشرده ای میان دو وزیر انجام گرفته. از تحولات جنگ افروزی رژیم صهیونیستی علیه دو ملت فلسطین و لبنان گرفته. منطقه همونطور که عرض کردم در یک وضعیت هشدار به سر میبره و احتمال بروز درگیری، بالا گرفتن تنش بسیار زیاد هست و ریشه همه اینها در جنایات رژیم صهیونیستی هست که از غزه شروع شده و الان به لبنان امتداد پیدا کرده و احتمال اینکه به سایر کشورهای منطقه هم امتداد پیدا بکنه و منطقه رو درگیر یک وضعیت بسیار خطرناک و یک جنگ گسترده بکنه وجود داره. باید با تهاجمات رژیم صهیونیستی مقابله بشه و باید جنگ و درگیری و حملاتش به مردم غزه و مردم لبنان متوقف بشه. تا مخالفت صریح وزیر امور خارجه عراق با هر گونه استفاده دشمنان از حریم هوایی این کشور علیه ایران. نحن فی العراق نرفض رفضا باتا. در عراق ما با هر گونه استفاده از حریم هوایی کشورمان برای ناامن کردن جمهوری اسلامی ایران مخالفیم. دلیل اصلی ادامه جنگ اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان است
که برای ما غیر قابل قبول است. آقای عراقچی سپس با محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق دیدار کرده. نخست وزیر عراق نیز جامعه جهانی را به مضاعف کردن تلاش‌هایشان برای توقف حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین فراخواند و تل‌آویو را به ناامن کردن منطقه متهم کرد. آقای عراقچی سپس با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق هم دیدار کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه عراق، بغداد. در دفاع از مردم و منافعمان خط قرمزی نداریم. آقای عراقچی با انتشار پیامی در فضای مجازی ضمن ارائه آماری از ارسال تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی نوشت: آمریکا در حال فرستادن بی سابقه تسلیحات به اسرائیل است و جان نیروهای خود را با اعزام آنها برای هدایت سامانه‌های موشکی آمریکایی در اسرائیل در معرض خطر قرار می‌دهد. وزیر امور خارجه در ادامه تاکید کرد: در حالی که ما در روزهای اخیر برای مهار یک جنگ تمام عیار در منطقه تلاش‌های بسیاری کردیم، به وضوح و صراحت می‌گویم که در دفاع از مردم و منافع خود هیچ خط قرمزی نخواهیم داشت. پاسخ سخت و پشیمان کننده در انتظار هر گونه خطای دشمن. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به پیام‌های قدردانی مردم و مسئولان برای عملیات موفق وعده صادق دو گفت: سبزپوشان نیروی هوافضای سپاه در کنار دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با چشمانی باز مراقبند تا در صورت هر گونه خطای دشمنان پاسخی سخت و پشیمان کننده به آنان دهند. سردار حاجی زاده همچنین تاکید کرد: عملیات موفق وعده صادق دو با هدایت فرمانده معظم کل قوا، حمایت رئیس جمهور و با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام شد. مرگبارترین ضربه حزب الله لبنان از آغاز جنگ. این جمله رادیو رژیم صهیونیستی در وصف حمله پهپادی دقایق قبل حزب الله به شمال سرزمین‌های اشغالی است. حمله پهپادی حزب الله لبنان به مناطقی از جمله عکا، نهاریا و حیفا انجام شد. بر اثر حمله پهپادی حزب الله به پایگاه تیپ گولانی در منطقه بنیامینا در حومه حیفا، دست کم 40 نظامی زخمی شدند که حال تعداد زیادی از آنها وخیم اعلام شده است. رسانه‌های عبری با اذعان به کشته شدن دست کم 4 تن از نظامیان این رژیم، از اعزام 50 خودروی امدادی برای انتقال مجروحان خبر دادند. رادیو رژیم صهیونیستی اذعان کرد: سامانه‌های رصد و پایش این رژیم قادر به شناسایی پهپادها نشدند. صهیونیست‌ها تیپ گولانی را نیروهای نخبه پیاده نظام رژیم صهیونیستی می‌خوانند. نبرد زمینی حزب الله با صهیونیست‌هایی که قصد نفوذ به لبنان را داشتند، بیش از 30 کشته و زخمی روی دست اشغالگران گذاشت. المیادین گزارش داده این تلفات در درگیری‌های ایتا شعب، رامیا و القزه به صهیونیست‌ها وارد شد و چند بالگرد زخمی‌ها را به بیمارستانی در حیفا منتقل کرد. حزب الله پیشتر هم در پاسخ به تجاوزهای صهیونیست‌ها به لبنان، شهرک‌ها و پایگاه‌ها و تجمع نظامیان صهیونیست را در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی با مسلسل، موشک و توپخانه هدف قرار داد. حمله به یک تانک هم به کشته و زخمی شدن چند صهیونیست منجر شد. منابع صهیونی اذعان کردند: حزب الله حدود 115 فروند موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است. درباره آخرین تحولات لبنان گفتگو می‌کنم با خبرنگاران صدا و سیما در لبنان. ابتدا آقای میثم دلاوری از جنوب لبنان، هم مرز با سرزمین‌های اشغالی، با ما هستند. آقای دلاوری سلام بر شما. استفاده حزب الله از پهپادها در کنار موشک‌ها تاکنون به عملیات حزب الله در جنوب این کشور چه کمکی کرد؟
سلام، شب بخیر. اگر در ماه‌های گذشته در کنار موشک‌های حزب‌الله هر از گاهی از پهپادها مثل پهپاد هدهد می‌شنیدیم، از چند روز گذشته، یعنی از 3 روز گذشته تا الان، تعداد پهپادهایی که بر فراز سرزمین‌های اشغالی میرن از 5 تا 15 فروند در روز گفته میشه. خب تاثیر همین پهپادها همین یک ساعت پیش مشخص شد، یعنی علاوه بر این که راکت‌های حزب الله مناطق مختلفی رو هدف قرار دادن، 1 یا 2 پهپاد به منطقه محل تمرکز نظامیان رژیم صهیونیستی در حیفا برخورد کرد و دست کم تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم، منابع داخل صهیونیست‌ها فقط در این نقطه از زخمی و هلاکت شدن 40 نظامی صهیونیست خبر میدن، یا همون اتفاقی که در ایتشعب افتاد در کنار اقدامات موشکی حزب الله و درگیری از نقطه صفر، پهپادهای پرسه‌زن حزب الله هم به کمک آمدند و همون نقطه رو مورد هدف قرار دادند، به گونه‌ای که گفته میشه دست کم 30 نظامی رژیم صهیونیستی زخمی شدند و تعدادی هم به هلاکت رسیدند. در این حال به نظر میرسه باید منتظر مون تا در ساعات آینده یا تا فردا رفته رفته بخشی از تعداد به هلاکت رسیده و زخمی‌های رژیم صهیونیستی مشخص. این رو هم اعلام کنم که پهپادهای حزب الله به نظر میرسه در کنار یگان موشکی حزب الله رفته رفته رونمایی میشن تا به قدرت رزم حزب الله در برابر رژیم صهیونیستی، چه از نوع انهدامی، چه از نوع راکت انداز و چه از نوع شناسایی کمک کنند. متشکرم آقای دلاوری. آقای حسینی هم از بیروت با ما هستند. آقای حسینی سلام بر شما. نخست وزیر رژیم صهیونیستی عقب نشینی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل موسوم به یونیفل رو از لبنان خواستار شد. بفرمایید چند مرکز یونیفل در لبنان هدف صهیونیست ها قرار گرفته و علت این درخواست نتانیاهو چی هست؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، بله، رژیم صهیونیستی خواستار خروج نیروهای حافظ صلح سازمان ملل معروف به یونیفل از مناطق مرزی جنوب لبنان شده، به این دلیل که اون چیزی که رژیم صهیونیستی خواهان اون بود این بود که این نیروها جاسوسانی باشند به نفع رژیم صهیونیستی و برای این رژیم، که خب این امر ظاهراً در اون حد و سطحی که رژیم صهیونیستی می‌خواسته محقق نشده. نکته دوم این که نظامیان رژیم صهیونیستی در چندین مورد با سپر قرار دادن مراکز و نیروهای یونیفل در جنوب لبنان به سمت مناطق مختلفی از جنوب حمله کردند و تیراندازی کردند و خب این با کنش سازمان ملل مواجه شد. نکته بعدی این که رژیم صهیونیستی میخواد که از یک سو در مناطق مرزی جنوب لبنان تمام زیرساخت‌های در واقع مسکونی و ساختمانی و غیر نظامی مردم رو که در خط مرزی قرار داره منهدم بکنه و همچنین نمیخواد که شاهدی بر جنایت‌های این رژیم در اونجا باشه. و نکته بعدی این که نگران این هستش که لااقل بخشی از این نیروهای یونیفل اینها اطلاعات رو ببینن و نقاط ضعف رژیم صهیونیستی رو ببینن و شاهدی بر شکست‌های ارتش رژیم صهیونیستی در نقاط مرزی باشن و این نگرانی هم داره که اینها ممکن هستش که برخی از اینها با نیروهای مقاومت اسلامی لبنان و لبنانی ها همکاری بکنن. به هر حال اون چیزی که امروز نتانیاهو درخواست کرده، تلاش میکنه که با درخواست خروج یونیفیل از جنوب لبنان، از مناطق مرزی جنوب لبنان، یک جنگ روانی تازه ای رو راه بندازه، به این معنا که ارتش رژیم صهیونیستی میخواد در سطح گسترده وارد مناطق مختلف جنوب لبنان بشه و به همین علت خواستار خروج یونیفیل از این منطقه است. اما خب واقعیت های میدانی نشون داده که برای هر 1 متر که اینها میخوان وارد جنوب بشن باید تلفات سنگین بدن و این جنگ روانی در فضای معادلاتی میدان جنوب لبنان تاثیرگذار نخواهد بود. بله، متشکرم همکارم آقای حسینی از بیروت و همینطور آقای دلاوری که از جنوب لبنان با ما همراه بودند. اما نظامیان صهیونیست در روزهای گذشته با ادعای اشغال بخشهایی از جنوب لبنان تصاویری منتشر کردند.
حالا رسانه‌های این رژیم فاش کردند سخنگوی ارتش از اختیارات گسترده رسانه‌ای برای سانسور و تغییر واقعیت‌های میدان با انتشار برخی ویدیوها در کنار ادعاهای غیر واقعی استفاده می‌کند. همکارم آقای حسن عظیم‌زاده در استودیوی خبر با ما هستند. آقای عظیم‌زاده سلام، بفرمایید ارتش رژیم صهیونیستی چطور این دروغ پردازی‌ها را انجام می‌دهد؟ آقای ظهوریان، بینندگان محترم سلام، شبتون بخیر. توی نقشه‌ای که پشت سر من می‌بینید، نهاریا، عکا و حیفا در فاصله 45 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی قرار دارند، جایی که امروز آماج حملات حزب الله بود. هم موشک‌های حزب الله و هم پهپادهای امطاری حزب الله تا عمق 45 کیلومتری شمال سرزمین‌های اشغالی نفوذ کردند و حزب الله عملیات خودش رو به صورت موفق انجام داد. تصاویر اونها رو هم میتونید الان در قاب کنار بنده ببینید که موشک‌های حزب الله به اهداف تعیین شده اصابت کردند. دلیل این عملیات امروز حزب الله چی بود؟ به نوعی اثبات کردن اینکه توان اینکه حزب الله تا عمق سرزمین‌های اشغالی رو هدف قرار بده. دلیل مهمترش رو الان توی نقشه دوم برای شما توضیح خواهم داد. این منطقه در تقریبا میانه مرز لبنان با فلسطین اشغالی، بلیدا، ایترون، مارون و رس در جنوب لبنان و یفتاح، آویوین، برعام، شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی. این منطقه منطقه‌ای بود که توی روزهای گذشته نظامیان صهیونیست ادعا کردند و همچنین تصاویری رو منتشر کردند که پرچمی رو در منطقه مارون و رس قرار دادن. تصاویرش رو الان همکارانم هم در قاب کنار بنده دارن نشون میدن. این پرچم در مارون و رس، در کجای مارون و رس نصب شد؟ نه در مرکز مارون و رس که تقریبا در فاصله حدوداً 1.5 کیلومتری از مرز قرار داره، در فاصله 20 متری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی، و حتی جرأت نکردن. الان در تصویر ثابت میبینید منطقه ای بود که پرچم اونجا قرار گرفته و فاصلهش 20 متر بود، حتی جرأت نکردن به بالاتر، به مسجدی که در کنار اونجا قرار داره برن و پرچم رو در اونجا نصب بکنن. این هم از وحشت این بود که در تیررس نیروهای حزب الله قرار میگیرن و حزب الله میتونه به راحتی اونها رو هدف قرار بده. امروز هم عملیاتی که حزب الله انجام داد در همین محدوده بود و 32 کشته و زخمی رو تنها در این محدوده از نظامیان صهیونیست گرفت، منهای عملیاتی که در حیفا انجام داد، پهپاداش نفوذ کردن و این نشون دهنده اینه که نظامیان صهیونیست میتونن نفوذ بکنن، حتی تا عمق 1 کیلومتری 1.5 کیلومتری بیان، اما قابلیت تثبیت رو ندارن، چون محلی رو که ایمن باشه و بتونن نظامیان خودشون رو در اونجا استقرار بدن، همچنین تجهیزات نظامی خودشون رو در شمال در جنوب لبنان وجود نداره، مجبور هستن بعد از نفوذ به سرعت برگردن. نمونه بزرگش رو هم امروز خبرنگار شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در توییتی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی اونها رو به صورت نمایشی، بخشی از خبرنگارها رو به چند متری داخل خاک لبنان آورده، بهشون بیشتر اجازه ندادن که جلو برن و اونها رو بازگردونده و خود شبکه‌های رژیم صهیونیستی و رسانه‌های اونها اعتراف و اذعان کردند که این کاری که ارتش رژیم صهیونیستی داره با انتشار این ویدیوها انجام میده یک نمایش رسانه‌ایه. بله، از همکارم آقای عظیم‌زاده سپاسگزارم. اما همدلی با مردم لبنان به سبک مادران و دختران ایرانی، طلاهایی که اهدا شده است تا از مبلغ حاصل از فروش اونها بسته های معیشتی تهیه بشه و در اختیار خانواده های لبنانی قرار بگیره. فکر میکنم یه سبک زندگی ایدئولوژیکه که آدم رو به اینجا میرسونه. یعنی به این فکر میکنی که من اینا رو برای روز مبادا نگه داشتم و با خودت میگی که آیا مباداتر از این روز هم روزی هست؟ برای روز مبادایی که میگفتند رسیده، جمع شده بودند زیر سقف فاطمیه تهران تا از طلاهایشان بی حساب و کتاب بگذرند. اینا طلاهای امانتی هست که من از بچهای علوم پزشکی گرفتم. از این روزهای مبادا در زندگی‌های شخصیشان زیاد دیده بودند. خیلی. برایش اما طلایی خرج نکرده بودند. به خاطر که هم یادگاری بود. این بار اما داستان فرق می‌کرد. تو بالا پایینی‌های زندگی همه طلاها رو فروخته بودم. این زنجیری که بابام برام خرید
کرده بود و دلم نمیومد بفروشم. به این شکل شاید بتونم محبتمو بهشون نشون بدم. طلاهایی که خیلی هاشون خاطره ای بودند از مهر یک عزیز. یه انگشتر یادگاری از مادرم. اولین هدیه تولدی بود که همسرم در دوران عقد بهم هدیه داده بود. تازه به دنیا اومده بودم بابا برام خرید. یه زنجیری که بابام وقتی 9 سالم بود برام خرید. به خاطر ای که اینجا جایگزین میکردند اما راضی تر بودند. چون در راه خیره به نظر من خیلی بیشتر به دردم میخوره. چه وقت دادمش حس کردم که خب این طلاق بعد بخیر شد، این ماندگار شد. الان میتونه استفاده بشه واسه جبهه مقاومت، چرا که الکی خاک بخوره تا در آینده بخوام ازش استفاده کنم. بانی این دوره همی جمعی از مادران بودند. حامی مادران مقاومت در لبنان و فلسطین هم هست. شاید این یکی از کوچکترین کارهایی باشه که ما میتونیم به عنوان همدلی انجام بدیم. گروهی که پیشتر کارشان را با یک کویه شروع کرده بودند برای جمع‌آوری طلا و ارسالش به لبنان. چی دادی؟ یه زنجیر طلا، گوشواره ناقابل، انگشتر و پلاک. سرویس طلام ندی کرد. یه پلاک طلا از طرف دختر خانممون دادن. طلاهای جمع‌آوری شده در کویه را آورده بودند تا اضافه کنند به هر آنچه در این قرار مادرانه جمع می‌شود. یک همدلی طلایی با مردم لبنان. زمانی که برای برگزاری مراسم همدلی طلایی اعلام شده بود یک ساعتیه که به پایان رسیده و مردم همچنان برای اهداء طلاهاشون در صف حضور دارن. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. روابط عمومی کل سپاه اعلام کرد مراسم تشییع پیکر سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان فردا در شهرهای نجف، کربلا و مشهد برگزار می شود. مراسم تشییع پیکر شهید سه‌شنبه پس فردا ساعت 9 صبح در میدان امام حسین تهران و مراسم وداع و خاکسپاری پنجشنبه 26 مهر در اصفهان برگزار می شود. سرلشکر عباس نیلفروشان، مستشار نظامی سپاه پاسداران، 6 مهر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت همراه با سید حسن نصرالله به شهادت رسید. رویای اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات. این رویا که هر چند وقت یک بار به زبان صهیونیست ها می آید صرفاً ایده سیاسی و کشور گشایانه است یا ریشه در آموزه های مبنایی صهیونیست ها دارد؟ یک دوره همی شبانه در شهرکی صهیونیست نشین در کرانه باختری، 6 پس از آغاز نسل کشی در غزه. دانیلا وایس دارد نقشه شهرک‌های جدید در غزه بعد از اشغال را برای جمع شرح می‌دهد. دانیلای 78 ساله مادرخوانده یک جنبش شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی است. حمایت‌های بسیار قوی از افراد برجسته و ثروتمندی در آمریکا داریم، از یهودیان ثروتمند آمریکا، مردمی که در غزه هستن. توی چشم اندازی که شما برای شهرک‌سازی توی غزه دارید، تکلیف اونا چی میشه؟ چیزی که من درباره غزه فکر میکنم اینه که عرب‌های غزه بعد از 7 اکتبر حق موندن در غزه رو از دست دادن. هیچ عربی در اونجا نخواهد ماند. ولی این یک پاکسازی قومی به نظر میرسه. ما نمیخواستیم این کارو بکنیم. خودشون باعث شدن. بعد از 7 اکتبر. تاریخ انتشار این گفتگو 20 مارس 2024 است. وایس میگوید ما برنامه‌ای برای پاکسازی قومی نداشتیم. اما گفتگوی دیگر این بار با خبرنگار رسانه صهیونیستی هارتس. این گفتگو 24 مارس 2019 منتشر شده، 5 پیش از 7 اکتبر. وقتی میشنوید کسانی از راه حل دو دولتی حرف میزنند، واکنش شما چیه؟ اول از همه اینکه من میدونم همچین اتفاقی نمیفته. من برای ملت یهود اون سرزمین موعود رو میخوام، از فرات تا نیل. جنوب لبنان چطور؟ یه بخشی از اونم هست، همش هست، حتی بخشی از سوریه، بخشی از عراق و حتی ایران. شما پرچم اسرائیل رو ملاحظه بفرمایید، دو نوار آبی است، از نمادی است از دو رود نیل و فرات. اینا معتقدن که باید از نیل تا فرات، یعنی از عراق تا مصر، به عنوان سرزمین موعود تعریف بشه. اوضاع این روزهای غزه و لبنان و اوضاع همه 75 سال پیش از این در فلسطین حاصل همین نگاه است. نگاه حاکم میان سردمداران صهیونیست. مخلوقات روی زمین دو دسته هن. یا یهودی هن، اینا انسان هن. یا یهودی نیستن،
عبارتی که اونها دارن در متون و منابع میگن گوی یا شقس یا نخری، اینا هر سه تا معادل حیوان میده، یعنی غریبه، بیگانه، غیر انسان. وزیر دارایی کابینه اشغالگران که این روزها با تکرار رویای نیل تا فرات سر زبانها افتاده، دو ماه پیش گفته بود گرسنگی دادن به 2 میلیون نفر در غزه موجه و اخلاقی است. آن پیرزن 78 ساله هم اینجا در پاسخ به مجری شبکه صهیونیستی که راه حل او را برای پایان جنگ می‌پرسد، پاسخ مشابهی می‌دهد. زبان دشمن من با زبان انسان‌های متمدن فرق داره. اگه بخواید مسئله حل بشه، باید همه کمک‌های بشردوستانه رو متوقف کنید، حتی اگر مردم اون طرف بمیرن. یادتون باشه همیشه بچه‌های من بر بچه‌های دشمن ترجیح دارن. اونا با مصر هم کینه دارن، با سوریه هم کینه دارن، با عراق هم کینه دارن. چرا؟ اونا هدفشون از نیل تا فرات بود. خب نشده. این کشورها در برهای مختلف به دلایل مختلف نگذاشتن. اینا سرشار از کینن، سرشار از غیظند. خب البته قرآن میگه قل موتو به غیظکم. بله، خشمگین باشید بمیرید از خشم. استانداران به حمایت از طرح نهضت محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی و تجمیع ظرفیت در استانها مکلفند. رئیس جمهور در نخستین جلسه طرح ویژه نهضت محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی گفت استانداران، مسئولان استانی و مدیران مناطق آموزشی هر کدام به سهم خود باید مسئولیت در این زمینه بر عهده بگیرند. آقای پزشکیان در این جلسه که با هدف تحقق عدالت آموزشی برگزار شد گفت آینده کشور از مدارس رقم خواهد خورد و تحقق عدالت آموزشی نیازمند تغییر نگاه و عملکرد مدیران است و با پشت میز نشینی محقق نخواهد شد. آقای پزشکیان افزود در ساختن مدرسه برای دانش آموزان مناطق محروم، من نیز از حضور و مشارکت در ساخت مدرسه دریغ نمی کنم و اگر مدیران با این نگاه وارد میدان شوند، کارهای بسیار بزرگی رقم خواهد خورد. 35,000 خودروی دپو شده در ایران خودرو به زودی تحویل مشتریان می شود. مدیر عملیات فروش ایران خودرو از صدور مجوز شماره گذاری این خودروها خبر داد و گفت از فردا شماره گذاری آنها انجام می شود. به گفته پناهی با شماره گذاری این خودروها روند تحویل به مشتریان آغاز خواهد شد. البته برای خودروی رانا هنوز مجوز شماره گذاری صادر نشده است. پیشنهاد 200 میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل در لایحه بودجه 1404. وزیر امور اقتصادی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه 1404 با 100% افزایش در مقایسه با امسال به 200 میلیون تومان رسید. این پیشنهاد در صورت تصویب در دولت و گنجانده شدن در لایحه بودجه باید در صحن مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان برسد. کالاهای تهلنجی هم شناسه‌دار می شوند. وزیر دادگستری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیسان قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی گفت یکی از اولویت‌های سازمان تعزیرات حکومتی در دوره جدید به کارگیری سامانه‌ها برای نظارت بر بازار و مقابله با کالای قاچاق است. الان موضوعات تلنجی ها که طبق مقررات اجازه دارن یک مقداری کالا وارد کنن، به لحاظی که گمرک به اینها شناسه نمیده، خیلی از این کالاها که در واقع قانونی هم وارد کشور شده ولی وقتی به سرزمین دیگه استانهای دیگه میاد، اینا رو در واقع قاچاق تلقی میکنن، بازم نیازمند همین فرایندها و اصلاح ساختارهای هوشمند و سامانه‌ای است که به موقع اینا ثبت بشن. فرض کن به همین کالاها شناسه بدن وقتی که قانونی وارد شده، اگر در سامان ثبت بشه توسط گمرک و بهشون شناسه بدن، اینا دیگه بعدها به اصطلاح به عنوان قاچاق تلقی نمیشن. اینا نیازمند یک همکاری برای دستگاه‌های دیگه است که اینم در اولویت کار ما قرار داره ان شاءالله.
رئیس سازمان امور مالیاتی از کشف و شناسایی صاحبان مشاغلی که از کارتخان دیگر فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی استفاده می کنند خبر داد. به گفته آقای صبحانیان، استفاده از کارتخان مشاغلی دیگر مصداق فرار مالیاتی است و جریمه مالیاتی به همراه خواهد داشت. در میان این پرونده‌های کشف شده از فراریان مالیاتی دیده می شود که هر کدام برای فرارشان روشی داشتند. من خودم معتقدم فرار مالیاتی خیلی بالاست. روش‌هایی که منجر شده تا سال 1400 برآوردها از فرار مالیاتی 138 هزار میلیارد تومان رقم بخورند. افرادی که هویتشون خیلی مشخص نیست، هویت تجاری ندارن، هویت‌های در واقع اجاره‌ای دارن، استفاده از کارتخوان‌های مشاغلی که یا معاف از مالیات هستند یا دارای نرخ‌های مالیاتی کمتری هستند هم یکی از روش‌های شایع و متداول شده. مثل این اغذیه فروش که برای کاهش میزان مالیاتش کارتخوانی با عنوان میوه فروشی تهیه و استفاده می‌کند. با یک محاسبه سرانگشتی اگر فروش این اغذیه فروش در سال 4 میلیارد تومان باشد، با کارتخان یک میوه فروش حدوداً 5 میلیون و 400 هزار تومان مالیات می‌پردازد، اما با کارتخان اغذیه فروش 79 میلیون تومان، و این یعنی فرار 73 میلیون تومانی از مالیات طی یک سال. خب این سردسته تبعیضه، تبعیضه بین کسبه. درآمدهای میلیاردی دارن ولی مالیات نداره، ولی یه کارمند یه کارگر مستقیم داره مالیات میده. مسئولان سازمان امور مالیاتی راه حل جلوگیری از این نوع فرارها را سامانه محور شدن رصدهای مالی میدانند. قطعاً سامانه مودیان یکی از ابزارهای بسیار بسیار مؤثر در مقابله با فرار مالیاتیه. سامانه مودیان میتونه جلوی کتمان درآمدها رو بگیره، میتونه جلوی قاچاق کالا رو بگیره، میتونه جلوی کم فروشی رو بگیره، میتونه جلوی فرارهای مالیاتی از همین جنس در واقع ارائه اطلاعات مربوط به سایر فعالیت‌ها رو بگیره. تو کشورهایی که همین صندوق‌های فروشگاهی یا صندوق مکانیزه فروش فعال شده، حداقل تو بعضی کشورها 20% از حجم اقتصاد سایه کم شده. سازمان امور مالیاتی این هشدار را به فرار مالیاتی با استفاده از کارتخوان سایل مشاغل داده است که شناسایی میشوند. با استفاده از ابزارهای سیستمی و هوش مصنوعی و امثالهم این ظرفیت رو داریم که شناسایی بکنیم کسانی که تخلف دارن میکنند، و خب اینها رو اتفاقا شناسایی هم کردیم و حتما برخورد قانونی لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی با این مودیان ان شاءالله انجام خواهد شد. طبق قانون استفاده از کارتخوان مشاغل دیگر مصداق فرار مالیاتی است که با کشف آن مودی مشمول کم اظهاری و جریمه مالیاتی می شود. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما. استانداران پس از یک سال بر اساس شاخصهای دهگانه ارزیابی می شوند. این را وزیر کشور در آیین معارفه آقای حسین علی امیری استاندار جدید فارس گفت. آقای مؤمنی همچنین از استانداران خواست برای تحقق تکلیف جذب گردشگر خارجی در قانون برنامه هفتم تلاش کنند. در قانون برنامه هفتم گردشگری خارجی باید در پایان برنامه هفتم سالانه به 15 میلیون گردشگر برسه که این باید تلاش بشه. الان حدود یک سوم این محقق شده. سخنگوی قوه قضاییه از ارجاع پرونده معدن طبس به هیئت کارشناسی خبر داد. آقای جهانگیر تأکید کرد تمام مقصران این حادثه تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آنها رفتار خواهد شد. سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره پرونده ریزش معدن شازند گفت تاکنون نظریه کارشناسی در مورد مقصرین این حادثه، میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است. در این خصوص دادستانی کل کشور در نامه‌ای به وزیر محترم سم با توجه به گزارش گروه حقیقتیاب به حادثه انفجار معدن طرز دامغان از جمله مقرر کرده که دفتر نظارت بر معادن که در سابق در وزارتخانه موجود بوده و بعد منحل شده مجددا احیا بشه و کمیته‌ای هم جهت نظارت بر معادن پر ریسک در وزارتخونه تشکیل بشه تا کمتر شاهد حوادث ناگوار این چنینی باشه.
و نتایجش قرار شده که به موقع به مرجع قضایی اعلام بشه. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت طبق قانون هر گونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالاهای دارویی و واکسن باید در سامانه رهگیری و کنترل اصالت ثبت شود و ثبت نشدن آن جرم است و با مجرمین برخورد می شود. در حمله ساعات گذشته جنگنده های رژیم صهیونی به اردوگاه نصیرات مرکز نوار غزه 8 تن از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند. منابع رسانه‌ای اعلام کردند در جنایت اشغالگران در بمباران اردوگاه اشاتی هم در غرب غزه 5 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند. به گزارش رسانه‌های محلی در فلسطین، رژیم صهیونی شماری از خانه‌های فلسطینی‌ها را در اردوگاه جبالیا شمال غزه با خاک یکسان کرد. همزمان گردان‌های قسام صحنه‌هایی را از انهدام گشتی شناسایی اشغالگران با پهپاد انتحاری از زواری در شرق خان یونس منتشر کرد. بندر ایلات در حال ورشکستگی است. یک پایگاه خبری متخصص در امور حمل و نقل دریایی با اشاره به کاهش 85% فعالیت اقتصادی این بندر در سایه حملات نظامی انصارالله اعلام کرد بندر ایلات به مدت 8 ماه هیچ فعالیت و درآمدی نداشته است و کامل تعطیل شده. بندر امورشراش یا به عبری ایلات در جنوب سرزمین های اشغالی. کشتی های تجاری باید از این تنگه به نام بابل مندب در دریای سرخ بگذرند تا به این بندر برسند. با شروع جنگ غزه نیروهای مسلح یمن در دفاع از فلسطینیان 184 کشتی را که مقصدشان سرزمین های اشغالی بود در این منطقه متوقف کردند. هدفشان هم ضربه اقتصادی به این رژیم بود در برابر جنایاتشان در غزه. لتشمل اهدافا لا يتوقعها في البر او البحر. به کشتی هایی که در مسیر بنادر اسرائیل هستند از هر ملیتی که باشند اجازه عبور از دریاهای سرخ و عرب نمی دهیم تا اینکه غذا و داروی مورد نیاز مردم مقاوم فلسطین تامین شود. این بندر به صورت مستقیم هم بارها هدف حمله های موشکی و پهپادی از یمن و عراق قرار گرفته. تا اینکه خبر ورشکستگی بندری که بندرگاه کشتی ها و محل واردات نفت خام رژیم صهیونیستی و محموله هایی مثل واردات خود رست به دلیل کمبود فعالیت تجاری اعلام شد. تأثیر اقتصادی حملات نیروهای مسلح یمن به کشتیرانی دریای سرخ منجر به کاهش 85% حجم کشتی ها شد. All the cargo that come to Elat through Babel Mandab. همه محموله ها از بابل مندب به بندر ایلات می اومدن که الان دیگه هیچ کشتی جرئت نداره از این تنگه عبور کنه و به طرف ما بیاد. از آذرمای گذشته تا الان هیچ کشتی تجاری اینجا نیومده. خبرنگاران آمریکایی در سرزمین های اشغالی هم خبر از توقف کامل این بندر میدهن. I'm at the southern Israeli port of Eilat today. در بندر ایلات در جنوب اسرائیل هستم. این بندر خالی که پشت سر من میبینید کاملا تعطیل شده و این خبر از خسارات های بیش از 10 میلیارد دلاری به اقتصاد اسرائیل میده. دلیلش هم توقف کشتی‌های تجاری از سوی یمنی هاست و راهی که بسته شده. حمل و نقل‌ها کاهش پیدا کرده و باعث شده بسیاری از مواد غذایی و کشاورزی خراب بشه. چون هیچ کشتی از دریای سرخ نمیتونه وارد اینجا بشه و هیچ کشتی نیست که بخواد اینجا بیاد. سانوس کوهانی، خبرگزاری صدا و سیما. حامیان فلسطین در استکهلم سوئد دیشب و امروز تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در یکی از این تجمعها با تشییع نمادین پیکر کودکان و نوجوانان شهید غزه به حمایت غرب از صهیونیسم اعتراض کردند. در
در پایتخت سوئیس هم تظاهرات حمایتی از مردم لبنان و فلسطین برگزار شد. شرکت کنندگان با حمل پرچم‌های لبنان و فلسطین ادامه حمایت دولت سوئیس و دیگر دولت‌های اروپایی از رژیم صهیونی در این نسل‌کشی را محکوم کردند. در پاریس هم حامیان فلسطین در محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونی در میدان جمهوری تجمع کردند. در لندن هم معترضان به جنایت صهیونیست‌ها با اعلام همبستگی با مردم فلسطین و لبنان، آزادی فلسطین از رودخانه تا دریا را خواستار شدند. حامیان فلسطین در آلمان هم با راه اندازی تظاهرات به هزاران کودک فلسطینی که در نسل‌کشی رژیم صهیونی قتل عام شدند، ادای احترام کردند. راهپیمایی‌های مشابهی در ویکتوریا و اتاوای کانادا، سیدنی استرالیا و لیسبون پرتغال برگزار شد. کیوتو ژاپن هم شاهد حضور حامیان فلسطین در خیابان‌ها بود. در پاکستان نیز همزمان با راهپیمایی سراسری سالگرد عملیات طوفان الاقصی روز همبستگی با فلسطین در اسلام آباد برگزار شد. کابینه رژیم صهیونیستی روز عملیات قهرمانانه مقاومت فلسطین علیه این رژیم را در تقویم عبری عزای ملی اعلام کرد. صهیونیست‌ها با این نامگذاری پس از یک سال به کاری بودن ضربه طوفان الاقصی اذعان کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس 15 مهر 1402 در پاسخ به بیش از 7 دهه اشغال فلسطین و نزدیک به 2 دهه محاصره غزه و زندان و شکنجه هزاران فلسطینی با شلیک بیش از 5000 موشک عملیات طوفان الاقصی را آغاز کرد. در این عملیات مبارزان حماس در چند نقطه از حصارهای مرزی به داخل اراضی اشغالی نفوذ کردند و علاوه بر کشتن شمار زیادی از نظامیان صهیونیست صدها تن را به اسارت گرفتند. صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت آمریکا با گذشت 4 روز از طوفان میلتون همچنان ادامه دارد. کمبود سوخت همچنین موجب درگیری فیزیکی در جایگاه‌ها شده. شهروندان شرایط را مثل مناطق جنگ زده دانستند. پلیس فلوریدا قبل از طوفان به مردمی که شهر را تخلیه نکردند گفته بود نام خود را روی بازوهای خود بنویسند تا در صورت کشته شدن امکان شناسایی باشد. افسران مسئول سربازگیری در اوکراین با یورش به مناطقی از جمله رستوران، کافه و مراکز خرید در کیف مردانی را که برای خدمت نظامی ثبت نام نکرده بودند بازداشت کردند. سربازی برای مردان اوکراینی 25 تا 60 ساله اجباری است. این مردان از 18 سالگی ممنوع الخروج است. دهمین بانک بزرگ آمریکا به علت همکاری با گروه‌های تبهکار مواد مخدر و قاچاق انسان به 3 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. تی‌دی بانک آمریکا در همدستی با شبکه‌های جنایی و قاچاقچیان مواد مخدر بیش از 670 میلیون دلار پولشویی کرده است. و با افزایش خشونت سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حزب دموکرات دفتر خود را در آریزونا پس از حمله و تیراندازی افراد مسلح تعطیل کرد. 3 هفته پیش در حمله مشابه بخشی از این ساختمان تخریب شده بود. در جناح جمهوری خواهان هم مدیر کارزار انتخاباتی ترامپ در نامه‌ای از رئیس سرویس مخفی آمریکا خواست با افزایش تدابیر امنیتی محدودیت‌های پروازی اطراف محل اقامت و تجمعات ترامپ را افزایش دهد. بیبی لوه، بانوی مقاومت خوزستان، در 108 سالگی آسمانی شد. این بانوی ایرانی با خدماتش در پشتیبانی از رزمندگان دفاع مقدس مادر جبهه ها لقب گرفته بود. بیبی لوه درگذشت همین چند ساعت پیش. مادر 108 ساله دارخوینی که به مادر رزمندگان دفاع مقدس معروف بود. حدود 3 سال پیش به دیدارش رفتیم و
پای صحبت‌هایش نشستیم. نترسیدم ببینم. اصلا نترسیدم. ماجرای بیبی به دوران اشغال ایران توسط متفقین برمی‌گردد. با همسر مرحومش که کارمند مخابرات شرکت نفت بوده، گزارش انگلیسی ها را که از سمت جنوب به سمت مرکز می آمدند به قوای وابسته رضاخانی می دهد. اما ارتش پوشالی رضاخان میرپنج ضعیف‌تر از این حرف ها بود که کاری برای دفاع از وطن پیش ببرد. لا اله الا الله. دلش از آن روزها خون بود. آه می کشید و می گذشت. گذشتیم و به دوران دفاع و حماسه رسیدیم. دارخوین شده بود پشتیبان خط مقدم. بیبیلوئه تنها کسی بود که نرفت و در شهر ماند. می جنگیدم، می پختم، می پزم، اصلا بی خیال. می گفت باید برای رزمندگان مادری کنم. دیگه بچه همونه، فرق نمی کنم. پزشون، لباسشون رو میشوریم، حموم میکنن، میشینن، میخوابن. همون غذایی که من میخوردم به رزمنده ها میداد. اینجا پخت و پز میکرد. لوئه به معنای رنج و مهنت کشیده است. ایران مال خودمون، ایران بچه ها خودمون، ایران عزیزمونه. بی بی لوئه نماد عزت و استقامت و شهادت طلبی زنان ایران است. بانوان دلاوری که 6428 نفر از آنان در زمان جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند و 5735 نفر جانباز سرزمینمان شدند. ماه بانوی تابان ایرانی حالا به رزمندگان شهیدی پیوست که مثل فرزندانش بودند. راهش اما ادامه دارد. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، دارخوین. فصل برداشت ونوشک در 205 هکتار از جنگل‌های استان ایلام فرا رسید. پیش‌بینی شده ارزش ریالی برداشت این محصول امسال به بیش از 100 میلیارد تومان برسد. ارتفاعات جنگلی ایلام، جایی که این روزها کار برداشت میوه درخت بنه در حال انجام است. در اول شهریور ما شروع کردیم به گنوشک. مثلا روز 10 کیلو 15 کیلو گنوش کنیم و بیمه بازار فروشی منم. ونوشک میوهی رنگارنگ که ارقام مختلفی از آن در کشور پراکنش دارد. در کشور ما سه واریته از این بنه داریم که بنه کابلی، بنه کردستانی و چاتران کوش. چاتران کوش در استان ما دو گونه ازش هست که به اسم نرموان و کلوان. کلوان همون پیستاک آتلانتیکا، همون که پوسته سفتی داره، و نرموان که همین میوهش یکم ریستره و پوسته نازکتری داره. به این میوه پسته کوهی نیز گفته می شود. کارشناسا می گویند هرچند این میوه بیشتر به صورت تازه خوری مصرف می شود، اما مصارف دیگری نیز دارد. میوه در واقع نرم آن که داره رنگ سبز و به اصطلاح کال هست، در تهیه ادویه ها، در داخل به اصطلاح غذاها، در داخل دو خوشبو کننده ها و داخل روغن حیوانی استفاده میشه. به صورت تنقلات بالاخره استفاده میشه. روغنی که از به اصطلاح میوه بنه گرفته میشه، هم به اصطلاح فساد پذیریش کمه، هم تجزیه به راحتی نمیشه. درختان بنه در یک سوم جنگل های استان ایلام پراکنش دارند. سطح جنگل های استان ایلام 641 هزار هکتار است. از این سطح حدوداً 205 هزار هکتارش گونه بنه پراکنش دارد. سالانه حدوداً 100 میلیارد تومان برداشت میوه بنه برای بهره برداران روستایی در استان ایلام درآمد دارد. کار برداشت میوه درخت بنه تا پایان مهر ماه در جنگل های استان ادامه خواهد داشت. محمد حمید آقال، خبرگزاری صدا و سیما، ایلام.